سلام امیدوارم حالتون عالی باشه تو این جلسه میخوایم در مورد برچسب با صحبت کنیم یه اشتباهی که سالهای سال خیلی از سه و کارها من جمله خود من انجام میدادیم و اشتباه بود بعدها من متوجه شدم که نه اصلا ساختار یه ساختار دیگه است یه چیز متفاوته و برای اولین بار تو ایران توضیح دادم به همه که ساختار اون چیزی که ما فکر میکنیم نیست دلیلش رو هم گفتم که تو این ویدیو کامل بهتون میگم برچسبای وردپرس یه چیزی که اکثرا تو دورهای آموزشی چه رایگان چه غیر رایگان بهتون اشتباه در موردش میگم به سبکی که تو اینستاگرام و تو وبلاگ ها و تو فیسبوک استفاده میشد تو سایت ها میخوان استفادهش کنن و جواب نمیده تو این جلسه در مورد برچسبای وردپرس صحبت میکنیم و اینکه چطور میتونیم یه ساختار بهتر داشته باشیم نسبت به بقیه 70-80 درصد سایت‌های دیگه که دارن اشتباه این کار رو انجام میدن خب تو جلسه قبلی بهتون توضیح دادم که ما وارد قسمت نوشته ها افزودن نوشته میشیم اینجا یه صفحه داریم که میتونیم توش پست منتشر کنیم حالا این سایتی که من الان دارم روش کار میکنم یه چیز متفاوتی بهش میگن لوکال هاست یه سایتیه که رو لپتاپ من راه شده به خاطر اینکه تو جلسه قبلی اگه خاطرتون باشه مشکل اینترنت و این چیزا رو داشتیم گفتم خب رو لوکال هاست کار کنم که دیگه مشکلی نباشه یه موقع اینترنت قطع شد خدای نکرده وسط کار به مشکل مواجه نشیم مثل جلسه قبلی تو جلسه قبلی یه بخش دسته ها و برچسب ها برای ما لود نشد به دلیل عدم وجود یک اینترنت کانکشن مناسب ولی معمولا شما قسمت دسته ها و برچسب ها رو دارید خب دسته ها رو که یه جلسه در موردش صحبت کردم کلا گفتم چیه داستان دسته هایی که تو قسمت نوشته ها دسته ها تو دو جلسه قبل میساختیم و اینجا میتونیم انتخاب کنیم مثلا این پست همون در رابطه با مثلا مشخصات فنی مثلا آیفون 15 پرو مکس خب اینجا متن نوشته به صورت کامل هست و خب طبیعیه که ما باید اینجا تو دسته ها یه دسته جدید بسازیم یا همون دسته های قبلی رو انتخاب کنیم مثلا یه دسته به نام موبایل مثلا اینجا اضافه کنیم اما برچسب ها قضیهش متفاوته برچسب ها به چه شکلی هن؟ مثل فیسبوک مثل اینستاگرام که با هشتگ برچسب وارد میکنیم مثل بلاگ های قدیمی اگه یادتون باشه میهم بلاگ و بلاگ فا و ایران بلاگ و اینها ما اینجا میتونستیم مثلا بنویسیم موبایل تلفن همراه آیفون آیفون مثلا 15 نقد و بررسی آیفون و این مدلی بود که اکثر سوکارها اکثر مدرسین تو حوزه تولید محتوا سئو طراحی سایت میگفتن شما تا میتونی اینجا برچسب وارد کنین حالا بعضیشون خیلی مثلا می اومدن استاندارد کار بکنن میگفتن مثلا 5 تا دونه برچسب اینجا بذار نمیخوام کسی رو تخریب کنم خود منم تا 4 5 سال پیش این کارو میکردم ولی بعد یه مدت نشستم یه دو, دو, تا چهار تا کردم دیدم مثلا کاملا این کار اشتباهه چرا ببینید الان من اگه این پستو منتشر کنم و برگردم تو پنل مدیریت وردپرسم خب طبیعیه که توی قسمت برچسب ها من یه سری برچسب ساختم که اگر روی نمایش هر کدوم کلیک کنیم یه صفحه برای این برچسب تو سایت من ایجاد شده و این صفحه توش چیه؟ یه پست به نام مشخصات فنی آیفون 15 پرو مکس همین اگه ببریم مثلا تو بلاگ ها یا ببریم تو اینستاگرام یا ببریم تو فیسبوک چه اتفاقی میفته تو اینستاگرام مثلا وقتی شما برچسب آیفون یا همون هشتگ آیفون رو وارد میکنی کلی پست میاد چرا چون فقط یه نفر که روی اینستاگرام تولید محتوا نمیکنه میلیون ها یا میلیارد ها پیج روی اینستاگرام هست که دارن تولید محتوا میکنن پس هر کدومم اگه مثلا هر یک ده هزارمشون هم یه دونه برچسب یه پست با برچسب آیفون منتشر کنه اوکیه شما وقتی هشتگ آیفون رو تو اینستاگرام باز میکنی یه صفحه پر محتوا داری ولی تو سایت شما چی الان یه صفحه یه دونه پستشه. که در نهایت لینک شده به اون یه دونه پست. پس این اشتباهه که ما برای پست هامون بیایم 10 تا برچسب بذاریم به ازای هر یه پست. برعکس باید به ازای هر برچسب ده تا پست داشته باشی. یعنی اگه قراره برچسبی استفاده بکنید توی سایتتون اون برچسب رو توی پست های مختلف استفاده کنید که وقتی یکی تو گوگل سرچ کرد آیفون و گوگل این صفحه یعنی تگ آیفون رو به کاربر تو نمایش داد یه صفحه‌ای به کاربر نمایش داده بشه که اون صفحه پر محتوا است پر مقاله است پر لینکه کاربر میتونه هر کدومون که خواست انتخاب بکنه به اون نتیجه‌ای که میخواد برسه نه اینکه آیفون سرچ کنه بیا تو سایت شما یه پست ببینه مشخصات فنی آیفون 15 پرو بگه نه من 14 پرو رو میخواستم ببینم ببنده برز دوباره سراغ گوگل این باعث میشه اتفاقا سایت شما تو گوگل افت رتبه داشته باشه پس به هیچ عنوان این کار انجام ندین اینکه تعداد برچسب زیادی برای اون پست بسازیم تو قسمت با یکی دو تا برچسب اینم برچسبایی که تو پستای دیگه‌تون استفاده شده اگه برچسبی نیست که تو پستای دیگه‌تون استفاده شده باشه اصلا استفاده نکنید لزومی نداره الان من مثال همین رو رو صفحه براتون میذارم صفحه برچسب تو سایت می وردپرس ما یکی دو تا دونه برچسب داریم به نام تلویزیون وردپرس اونم برای اینکه بتونیم یه ساختار تلویزیون وردپرس داشته باشیم تو سایتمون اونم دستبندی نباشه یعنی شما تا جایی که میتونین تو دو جلسه قبل بهتون گفتم برای کلمات کلیدی مهم سایتتون که قرار کاربر سرچ کنه توی گوگل و وارد سایتتون بشه دستبندی میسازی مثلا مشخصات فنی آیفون موبایل آیفون چیزی که تو دو جلسه قبل بهتون گفتم ولی دو جلسه قبل گفتم برای اینکه سایتتون شلوغ نشه مثلا 10 تا دونه دستبندی میسازی حالا میگی نه من تعداد زیاده میخوام بیشتر تولید محتوا کنم یه خب مشکل نداره بیا با برچسب این کار انجام بده ولی برای یک پست ده تا برچسب نساز برای یک برچسب ده تا پست بساز که وقتی صفحه ساخته میشه صفحه اون برچسب و کاربر وارد اون صفحه میشه یه صفحه خالی فقط با لینک یکی دو تا مقاله نباشه ده تا مقاله باشه تازه اگه بخوای خیلی حرفه تر کار کنی میتونی وارد قسمت نوشته و برچسب هاشی هر کدوم از این برچسب رو رو ویرایشش بزنی و توی قسمت توضیح توضیحات کاملتری در مورد اون برچسب بنویسی مثلا در این قسمت درباره آیفون آیفون مثلا صحبت میکنیم و کامل مثالش رو بزنم هم ببینید حالا نمیدونم این قالبی که الان داریم استفاده میکنیم نه توضیحات برچسب رو نشون نمیده قالب اهورا مثلا نشون میده خب شما رو وارد سایت میهم وردپرس بشین ما یه دونه برچسب بیشتر رو میهم وردپرس نداریم قسمت آموزش ها تلویزیون وردپرس ببینید اینجا کلی توضیح دادیم کلیپ های تلویزیون به صورت کاملا اختصاصی توسط گروه ما منتشر میشه میدونید یه بله یه دونه صفحه داریم که پر و وقتی کاربر واردش میشه یه توضیح در مورد اون صفحه میبینه کلی ویدیو آموزشی میبینه 13 تا صفحه ویدیو آموزشی فقط تو این برچسب گذاشتیم و همین یه برچسب رو هم بیشتر رو سایتمون نداریم پس تا جایی که میتونی از دست ها استفاده کن اگه احیانا دسته ها دیدی داره خیلی زیاد میشه و سایت تو شلوغ پلوغ میکنه اوکی مثلا یه دسته بندی میخوای داشته باشی نقد و بررسی آیفون توش اومدی مثلا انواع مدل های آیفون رو نقد و بررسی کردی 15 مدل مثلا خب طبیعیه دیگه اونجا میتونی برچسب بسازی به جای دسته و برای تمام اونها برچسب نقد و بررسی آیفون رو استفاده بکنی اینم از پرونده برچسب‌ها بستیمش یه بار برای همیشه برای اولین و آخرین بار تو ایران توضیح دادم چند سال پیش ولی خب گفتم تو این ویدیو کامل ترش بکنم چون تو دورم هستیم توجه بیشتری بهش میشه که اینجوری استفاده کن درست و حسابی درست و اصولی ساختار سایتتو بچین یه بار برای همیشه امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه اگه مفیده حتما سابسکرایب کنید تو یوتیوبمون ویدیو رو لایک بکنید برای دوستاتون دوره رو بفرستین چه تو سایت داری میبینید چه تو یوتیوب و من وقتی واقعا دارم ویدیو رو ضبط میکنم فقط این نیست که بگم دارم از سرم یه چیزی رو باز میکنم حالا یه کاری کرده باشم نه میدونم اگه الان دارم با یه دوربین بی جون و جسم صحبت میکنم پشت این دوربینی که هیچ روحی نداره کلی آدم با کلی آدم پر انرژی وایسادن و میخوان یاد بگیرن یاد بگیرن طراحی سایت ها و هیچ چیز به اندازه این واقعا به من انرژی نمیده اگه بخواستم این ویدیو رو این دوره رو ضبط میکردم قیمتش رو مثلا میذاشتم یه میلیون تومن خب یه درآمدی ازش داشته باشم ولی گفتم کاملا رایگان رو براتون منتشر بکنم اولین بارم نیست هیچ منتی هم سر شما عزیزان نیست فکر کنم این دوره بار پنجمیه که من دارم ضبطش میکنم از اون روز اولی که سال 94 توی یه دفتری یه اتاق اجاره کرده بودم که حتی اجارش رو هم نداشتم بدم که ساعت 6 صبح برای اینکه کسی تو اون دفتر نباشه و ساکت باشه میرفتم دوره آموزش وردپرس ثبت کردم بدون اینکه خودمو نشون بدم فقط از صفحه کامپیوتر تا امروز که با این تجهیزاتی که هست نشستم و با بهترین کیفیتی که میتونم دارم دوره رو براتون ضبط میکنم فقط و فقط تنها هدفی که داشتم از ضبط این دوره این بوده که یه عده رو آشنا کنم با یه محیطی بیان ازش کسب درآمد بکنن حالا اگر به درآمد رسیدن بعد میتونم مثلا تو دورهای پیشرفته من شرکت بکنم صد درصد این بهترین نسخه از این دوره هم نیست یکی دو سال دیگه یه نسخه بهتر منتشر میکنیم هر بار که من ضبط میکنم دوره رو میگم این دیگه عالی شد دیگه بهتر از این نمیشه ولی واقعا همیشه بهتر هم وجود داره امیدوارم شاد و پیروز باشین و بریم سراغ جلسه بعدی در رابطه با برگه ها صحبت کنیم که برگه ها تو سایتمون خیلی خیلی مهمه